سلام حالتون چطوره اگه ویدیو دیشب رو دیده باشین بهتون یه پلاگین به اسم فیلم اینپکت معرفی کردیم که یه سری ترانزیشن کاربردی به روشی خیلی آسون به پریمیر اضافه میکرد که قراره تو این ویدیو یکی از اونها رو با هم بررسی بکنیم و یاد بگیریم توی این ویدیو قراری که با هم زوم کردم توی پریمیر رو یاد بگیریم به روش دستی و بعد میریم سراغ افکت موشن توی از سری افکت هایی که توی در واقع پلاگین فیلم ایمپکت وجود داره و اون رو با هم یاد میگیریم یه سری زوم کردن های ساده اما جذاب قراره یاد بگیرید مطمئنم که توی هر پروژهتون قراره ازش استفاده بکنید پس این ویدیو رو تا انتها ببینید و از دستش ندید خیلی خب یه فیلمی رو توی پریمیر باز میکنیم و مثلا میخوایم این قسمت یه مقدار زوم بشه روی چهره من و یه خورده کلوزتر بشه ببینید یکی از راهکارهایی اینه که شما با انیمیت کردن اسکیل و کی فریم دادن به اون اونو زومش بکنید حالا میتونید پوزیشن هم انیمیت بکنید خب راهکار بهتر اینه که شما توسط انکر پوینت به این کار انجام بدید ببینید مثلا وقتی روی انکر پوینت میزنید یه انکر پوینت اینجا ظاهر میشه که مثلا میتونید روی مثلا چهره فرد قرار بدی یا هر جایی که میخوای روی اون زوم صورت بگیره بعد بری اسکیل رو از این سمت در واقع اضافه بکنید تا اون ناحیه به عنوان پوینت آف اینترست در وسط در واقع در اون قسمت کامپوزیشنت قرار بگیره خب میبینی به این صورت ولی راه بهتر استفاده از پلاگین موشن توینه که افکت موشن توینه که یکی از افکت های در واقع پلاگین فیلم ایمپکتی که شب گذشته توی پیجمون و توی سایتمون منتشر کردیم فقط کافی که شما بیاین اینجا اون قسمتی که میخوایم برش بخوره فرزن من اینجایی که مثلا دستم میخواد بیاد پایین یه حالا حرکت یه ریتمی یه صدایی من سلامی میکنم یه لحظه و میخوام اتفاق صورت بگیر اینجا یه کنترل کی میزنیم که برش بخوره بعد میام هر, هر مقداری که میخوام در واقع زوم بشه این وسط من اسکیل رو بالا میبرم ببین اسکیل اینقدر بالا میبرم خب این که پوینت هم در قسمت مد نظر من قرار داره فرزن اینقدر حالا فرزن خب و بعد میام سراغ افکت ها اینجا از طریق در واقع ویدیو ترانزیشن وارد فیلم ایمپکت اسمارت تول میشم و موشن تو این رو درگ میکنم و اینجا ما بین این دوتا کلیپی که برش زدم قرار میدم حالا میتونی ما بین کلیپ های نظرت قرار بدی حالا من روی کلیپی قرار میدم که قبل و بعدش قبل یعنی قبل و بعدش منم شما میتونی روی در واقع صحنه عوض بشه بین دوتا ببین یه همچین اتفاق خیلی بدی میفته و کناره ها کراپ میشه میای افکت تو انتخاب میکنی شما هر کلیپ یا هر در المانی رو توی پریمیر تایم لاینتون انتخاب بکنید توی کنترل پنل مشخصات اون رو واسهتون وارد میکنه یعنی میاره حالا من افکت رو ام در انتخاب میکنم اگه نمیتونید خب زوم بکنید قشنگ انتخابش بکنید به همین راحتی و میتونید اون رو در سنتر قرار بدید در استارت قرار بدید که بهتر به نظرم توی سنتر و در وسط این دوتا باشه واسه از بین بردن اون حالت مشکی که ایجاد میشه در کناره ها وارد قسمت رندر آپشن میشیم و از حالت دیزال روی کامپوزیت قرار میدیم و به همین راحتی این مشکل برطرف میشه و یه زوم خیلی خوشگل روی ویدیومون داریم حالا میتونیم با تنظیمات و با پریست ها خیلی اتفاق خوبی رو رقم بزنید من پریست ها رو نمیام امتحانش بکنم میسپرم به خودتون خیلی جذابم برید اینا رو لطفا امتحان بکنید بریم سراغ این قسمت ما سه حالت بانس، اوورشوت و بیزیر داریم ابتدا با بیزیر که به صورت پیشفرز انتخاب شده و شما دیدید که این حالت رو واسه ما رقم میزنه حالا من میام ایز اینش رو زیاد میکنم که آروم بره یهو سرعت افزایش پیدا بکنه منحنی رو ما نمیتونیم جابجا بکنیم ولی میبینید دیگه اینجا با این پارامترها میتونید میبینی یه لحظه زوم خیلی خوشگلی حالا اگه شما یه سان دیزاین یه طراحی صدای صدای هو اینجا قرار بدی خیلی تر میشه البته به صدای اصلی لطمه نزنه خب من اینو میبرم بالاتر بعد میام ایز آف تشو مثلا به این صورت قرار میدم ببین این اتفاق میفته همون لحظه یه زومی روی ویدیو صورت میگیره حالا ما بریم که اون یکی ها پارامتر رو یه خورده با هم بررسی بکنیم حالا اوورشوت هم ببینید یه همچین حالتی رو ایجاد میکنه فرکانس ستایی رو انتخاب کردیم ببین خیلی جذابه و شما اگه مثلا امپلیتیوت رو بیاید جابجا جا بکنی یه همچین حالت الاستیکی به وجود میاری و مثلا با دیکی ببین دیکی هم این اتفاق رو با سط رقم میزنه خیلی میتونی باش به نظر منور بدی و افکت های خلاقانه رو ایجاد بکنی از همین اینا جذاب تر حالت بانسه که من خیلی دوستش دارم بانس مثلا من روی ستایی میذارم خب و ببینیم حالا بانس خب بریم حالت اینیشال در واقع ولوسیتی رو افزایش بدیم که با کله بخور زمین نمودارشو میگم ببین چه اتفاقی میفته خیلی خوب میشه حالا این بین یه تنظیمی وجود داره به اسم موشن بلار شما موشن بلار رو صد قرار بدید یه موشنی اطراف ایجاد میشه وقتی زوم میکنید که خیلی ها دنبال اینن و با دایرکشنر بلار رو اینها توی پریمیر ایجادش میکنن که همین پلاگین به راحتی این رو با یه کلیک بدون نیاز به رندر حالا واسه به این شکل اون در واقع اوکی میکنه ببین خیلی جذاب شد اطراف بلار میشن حالا شما مقدار الاستیسیتی در واقع الاستیک بودن این جهش رو هم میتونی مشخص بکنیم ببین من میبرم بالاتر نمودار رو ببین قبل اینقدر حالا بعد حالا بریم ببینیم که چطور قطعا خیلی زومین و زوم آفت میشه دیگه این وسط میبینی حالا اینو من عدد مثلا دو میتونم قرار بدم بله الاستیسیتی رو کمترش میکنم و حالا چک بکنیم خیلی دیگه جذاب شد عددی یک میتونم آره میتونم و الاستیسیته رو حالا افزایش کاهشش دیگه اینجا هیچ قله ای رو واسه ما ایجاد نمیکنه و این حالت رو رقم میزنه یعنی شما با تنظیمات اینها و تنظیماتی که حالا بهتر برید خودتون یه مقدار روش کار بکنید میتونید افکت های خیلی جذابی رو رقم بزنید مثلا ببین شما با توسط موو خب مثلا من رو به این صورت ببین یه همچین چیزی رو میتونی رقم بزنی حالا توی حالت بیزیر شما بیای موو رو همون حالت قرار بده و ایز این رو بالا ببر ایز آفت و پایین بیار به این صورت به نظرم مناسبه خب خیلی جذاب شد حالا اینو من به سمت اعداد منفی میبرم میشه چه اتفاقی میفته یا مثلا همون مثلا مثبت 400 قرارش میدم و چک بکنیم با هم خیلی دیگه جذاب داره میشه این پلاگینه و شما حالا ما با یکی از پارامترهاش که داریم کار میکنیم شما با پارامترهای دیگهش کار بکن کراپی رو بزن و افکتایی رو اعمال بکن چقدر جذاب میشه واسه بعد میتونیم مثلا بگه که این وسط بین این حرکت از سمت فرزن راست 600 تا که حدودا اینقدر میشه واسط کراپ صورت بگیره که میتونی این کار رو انجام بدی به صورت نیاز مثلا میتونی کادر رو در وسط جمع کنی اون لحظه ای که زوم میکنه توی ادیت های ویدینگ و اینها میتونه خیلی واسط کاری داشته باشه من پیش از این اگه توضیح بدم به نظرم زیاده گویی میشه خب و خودتون بهتره که برید و اینها رو ها رو باشون بازی بکنید با قشنگ یه اعداد بالایی مثلا شاید دو سه قرار بدید اصلا این 13 تا رو شما اینجا نبینید خب و احتمال این جلب ترجمه نکنه یه یعنی اعداد بالایی قرار بدید پایینی قرار بدید اینها رو تستش بکنید این پایینم که لینک آموزشاش موجوده و میتونید کلیک بکنید و آموزش های این پلاگین رو ببینید حالا این هم میتونه نکته خوبی باشه امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره خیلی ازش استفاده بکنید اگه به کارتون میاد لطفا با دوستانتون که اونهایی که نیاز دارن به اشتراک بگذارید و کانال یوتیوب ما رو هم دنبال بکنید تا دیدار بعدی بدرود